قراره با آهنگ من چه کردی که تا میخوانم سردانه بهت یاد بدن که چطوری تنبک نوازی کنی. به نام خدا، محمد سنگ سفیدی هستم و این چنل در ارتباط با آموزش تنبک به زبان ساده است. اگر فکر میکنی چنلی به دردت میخوره، چنل رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هم موقع من ویدیو جدید آپلود میکنم نوتیف اون رو دریافت کنی. بریم سراغ آموزش. آهنگ دور از نفست از آقای آرمان گرشاسبی یک ریتم 6 و 8 داره. 6 و 8 سنگین. 6 و 8 با 6 و 8 خیلی فرق داره. 6 و 8 سنگینه و خب نحوه شمارش ما هم طبیعتا میشه 1 2 3 4 5 6. حالا قراره که این آهنگ رو تیکه تیکه بکنی و هر بخش رو بهتون بگم که با چه ریتمی اجرا بکنی. ریتم اول دقت کنید. توم بک دو بک دو توم دو. این هنسفری که گذاشتم برای اینه که در ادامه بهتون با آهنگ توضیح بدم. اصراحی میکنه اگه یه فرم نامناسبی داره. یک دو و سه و چهار پنج شیش. توم بک دو بک دو توم دو. توم بک دو بک دو توم. دارم بر اساس چنگ میشمرم. اون دوستانی که هنوز شمارش رو بلد نیستن اصلا نگرانش نباشید، چون من یک ویدیو در ارتباط با درک ریتم و ریتم خوانی براتون گذاشتم و اونو به طور کامل آموزش دادم. اگه اونو هنوز نگاه نکردی حتما برو نگاه کن. لینکش رو هم این بالا میذارم و هم داخل دیسکریپشن. 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6. این ریتم اول. ریتم دوممون به چه شکله؟ توم بک دو بک دو توم دو سه. یه سه هم بهش اضافه شد. یک دو و سه و چهار پنج شیش. در واقع دفعه قبل اومدیم شماره شیش رو روی نوت دومون گذاشتیم، پلنگ دو. حالا نه، اون اومدی سوا کردیم گفتیم بیا تو پلنگ سه رو بزن. یک دو و سه و چهار پنج شیش. توم بک دو بک دو توم دو سه. پس تا الان یه دونه ریتم اولمون توم بک بک توم دو توم بک بک توم دو. ریتم بعدیمون که الان بهتون گفتم توم بک بک توم دو سه. حالا کی کدومو باید انتخاب بکنیم و با اجرا بکنیم هم به لحن آهنگ ربط داره و هم بخشش هم سلیقه‌ایه، ولی باید سلیقه‌مون طوری باشه که به آهنگ بخوره. ریتم بعدی این دو تا قالبی که بهتون گفتم و خاطرتون باشه، توم بگ بگ توم دو و توم بگ بگ توم دو سه. خب بر اساس اینا میخوام کل ریتما رو بهتون آموزش بدم. الان میخوایم این بگ دو اولی که میزدیم توم بگ بگ توم دو، بگ دو اولی یه هشت هفت بزنیم. توم هشت هفت بگ توم دو، در واقع اون توم بگ بگ توم دو بگ دو اولی شد هشت هفت. هشت دریز و هفت دریز. میزنم. نوتش هم که دارید نگاه میکنید دیگه، طبیعتا اون یکی ریتمی هم که داشتیم پلنگ سه رو اضافه کردیم همین میشه. پس کاری که ما اومدیم انجام دادیم صرفا نوت بک دو رو به جاش هشت دریز و هفت دریز گذاشتیم. بریم سراغ ریتم بعدی. تا اینجای کار اگه ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و نظرتون رو داخل کامنت بهم بگید. ریتم بعدی به این شکله که شما شماره ستون، در واقع نوت ستون، پلنگ ستون رو به جاش بک دو بزنید. یعنی بشه تون هشت هفت بک دو تون دو بک دو. دارم در قالب این ریتم میگم تون بک دو بک دو تون دو سه. این ریتم اول یا دوم بود که بهتون گفتم دیگه توم بک دو بک دو توم دو سه. حالا سه آخریه رو میخوام به جاش بک دو بزنم، یعنی بشه شماره یک دو و سه و چهار پنج شیش و یک دو و سه و چهار پنج شیش و. البته این بک دو باید هشف باشه، خودم حواسم نبود. توم هشف بک دو توم دو بک دو یک دو و سه و چهار پنج شیش و. Thank you.
کردیم اومدیم شماره آخرمون شماره 6 یا پلنگ 3 مون رو نصف کردیم و به جاش بک رو 2 اجرا کردیم. تم بک بک تم دو سه تم دو بک 1 2 3 4 5 6. بریم سراغ ریتم آخرمون. ریتم آخر به چه شکلیه؟ تم هش بک تم بک و بک. پلنگ 2 3 آخری که بود میزدیم اینجا رو میگم تم بک بک تم 2 3. این 2 3 آخریه. حالا 2 3 آخری رو کلش رو بک تو بک دو میزنیم، یعنی هم به جای 2 بک دو میزنیم هم به جای 3 بک دو میشه تم هش بک دو تم بک دو بک دو 1 2 3 4 5 6 و بریم سراغ اجرا با آهنگ. قبل اینکه بریم سراغ اجرا، اون دوستانی که میخوان تنبک رو به صورت حرفه‌ای و تخصصی با من آموزش ببینن، داخل تلگرام کلمه شرایط رو ارسال بکنید. لینک تلگرام داخل دیسکریپشن گذاشته شده. بریم سراغ اجرا با آهنگ. آهنگ رو پلی میکنم و همه این ریتمایی که بهتون گفتم رو میارم که کی باید چی رو استفاده بکنید. خندیدن تو آینه بپوسد